الان عزیزان 3 هفته است که وارد شکوهمندترین واقعه تاریخی شدیم. ما وارد 3 هفته ادونت شدیم. ادونت که یک کلمه لاتینه، یک واژه لاتینه که به یک معنی اینکه یک دوره به یک فصل داره اشاره میکنه، به معنی ورود و ظهور است. ما مسیحیان توجه خاصی به این تاریخ خاص داریم، چون که ریشه ایمانمون در این تاریخ نهفته است که پسر خدا جسم گردید، که در زمان و مکان زندگی کرد. نه فقط در زمان و مکان زندگی کرد، بلکه در تاریخ بشریت نقشی عمیق و بسزا بر جا گذاشت. فصل ادونت یعنی ورود به راز کریسمس، رازی که عزیزان فقط اگه قدری از اون گشوده بشه قلب‌های ما رو سرشار از شادی و خوشی و ستایش میکنه، چون که به ما یادآوری میکنه که خدا آسیب پذیر شد، خدا انسان شد و میان آدمیان خیمه زد. همینطور پیام ادونت، این فصل عالی، نوید اینو میده خدایی که ما میپرستیم خدایان فلسفه و ادیان نیست. خدایی نیست که با خلقت خودش هیچ کاری نداشته باشه، با خلقت خودش بیگانه باشه. خدایی نیست که مبرا و منزه از تأثیر پذیری باشه. خدای ما خدایی نیست که بگه منو باور کن به خاطر 124 پیغمبر که اگر اعمال صالحه انجام بدی انشاءالله شاید در اون عالم نادیده، در اون عالم باقی مورد مغفرت و آمرزش قرار بگیری. خدای ما عزیزان، عیسی مسیح خداوند، خدایی که در بستر تاریخ خودشو مکاشفه کرد، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، خدایی که تحت تأثیر رنج و درد و مسکنت بشر قرار گرفت. دوران ادونت، وارد شدن به یک دنیا رمز و رازه. چقدر زیبا پولس اشاره کرده در اول تیموتائوس باب 3:16 میگه به یقین سر دینداری بس عظیم است که خداوند جسم در جسم ظاهر شد، به واسطه روح تصدیق شد، فرشتگان او را دیدن، بر قومها موعظه کرد، جهانیان به او ایمان آوردند و با جلال و شکوه و کبریایی به بالا برده شد. عزیزان، یک دنیا رمز و راز در کریسمس میلاد عیسی مسیح وجود داره. ولی باید بگم با قلبی که پر از تأسفه، باید بگم همچنان راز باقی خواهد ماند. برای کسایی که غافلند، برای غافلان راز باقی خواهد ماند. برای آنانی که محکم به نقاب‌های تعصب و مذهب خودشون چسبیدن، همچنان راز باقی خواهد ماند. به آنانی که تشنگی و گرسنگی خود رو برای خدا حس نمی‌کنن، دنبال حقیقت نیستن، همچنان راز باقی خواهد ماند. اما برای پیروان عزیزان، برای شاگردان حقیقی، فصلی پر از امید، پر از آرزو، پر از شادی و شعف خواهد بود. آمین. باشه که امروز پدر جمیع نورها سیل نور جاری کنه و چشمان دل ما و چشمان قلب ما و چشمان ادراک ما عزیزان، تا بی تفاوت از کنار عظمت این راز مهیب کریسمس نگذریم. آمین. در وهله اول فصل کریسمس، فصل ادونت، پیامش اینه که نه فقط یک بار عیسی مسیح خداوند به جهان خاکی ما اومد، 2000 سال پیش در بیت لحم متولد شد، بلکه عزیزان
خدای پدر همچنان به آشکار ساختن پسرش، به نمایان ساختن پسرش در قلب‌ها و دل‌های انسان‌ها داره ادامه میده. نه فقط 2000 سال پیش خداوند در جسم آشکار شد، بلکه امروز هم خداوند مشتاقه که پسرش در من و تو آشکار بشه. اما به چه کسانی خداوند خود رو آشکار میکنه؟ 2000 سال پیش خداوند به چه کسانی خود رو آشکار کرد؟ این بشارت عظیم اولین بار به گوش چه کسایی رسید عزیزان؟ لوقا باب 2 آیه 8 تا 14 خیلی زیبا دوباره به این اشاره میکنه. در آن نواحی شبانان در صحرا به سر میبردند و در شب پاسبانی گله های خیش میکردند. ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بگرد ایشان تابید که به غایت ترسان گردیدن. فرشته ایشان را گفت نترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدهم که برای جمیع قوم خواهد بود، که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. و علامت برای شما این است که طفلی در قنداق پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت. در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شدند، خدا را تسبیح کنان می گفته خدا را در علا و علیین جلال باد و بر زمین سلامتی و در میان آدمیان رضامندی باد. لوقا میگه تولد عیسی به چوپانانی عزیزان که در صحرا به سر می بردن اعلام شد. تولد عیسی مسیح بر این چوپانان آشکار شد. فرشتگان حامل مژده حیرت انگیز به چوپانانی بودند که در صحرای مذهب و تکرار مکررات های زندگی روزمرگی داشتن زندگی میکردن. وقتی به اون تاریخ نگاه میکنیم، در اون زمان یهودیانی بودند که با انتظاری طاقت فرسا منتظر مسیحای موعود بودن که بیاد اونا رو از زیر سلطه رومیان آزاد کنه. تعدادی از یهودیان هم منتظر بودن که مسیحای موعود بیاد امراض فراوان اونا رو شفا بده. اما فرشتگان عزیزان به آنانی ظاهر شدن که فقر و مسکنت روح خود رو می دانستن. به احتمال زیاد این چوپانان بره هایی رو داشتن پرورش می دادن که هر سال برای عید کفاره ببرن تا قربانی گناهان اونا بشه. با اینکه هر سال باید تکرار می شد، ولی مهم نبود. این چوپانان قلبشون در گروه اتحاد با خدا بود. امروز تو خواهر و برادر عزیزم، مهمانی که اولین بار اومدی، اگه در وضعیتی به سر میبری مثل اون چوپانان، پر از تهی بودن، پر از خالی بودن هستی، پر از تشنگی برای خدا هستی، اگه مثل اون چوپانان در صحرای زندگی دنبال یه علامت میگردی که تو رو به سمت بره خدا هدایت کنه، برای که نه هر سال برای تو زبشه، بلکه یک بار برای همیشه ریشه گناه رو در تو بخشکونه. امروز روز توست. امروز خدا خود رو بر تو آشکار میکنه. اگه به دنبال معنایی برای زندگی هستی، دنبال نوری در تاریکی میگردی، مثل اون چوپانان شب تا صبح، صبح تا شب در اون صحرای سوزان، بیا امروز اجازه بده انگشت اشاره ی آن فرشته از طریق پیام امروز تو رو به شهر بیت لحم، اون شهر برکت هدایت کنه، تا یگانه منجی عالم بشریت قلب تو رو منور کنه. اگه زندگی تو بدون هدفه خواهر برادر عزیزم، مثل دایره ای هست که همجور دورش میچرخی، دور خودت میچرخی، دوباره برمیگردی مثل چوپانان، روز از نو روز از روزی از نو، هیچ دستاوردی نداری، زندگی بدون هدف، بدون خواندگی.
صلح و سلامتی در قلب خودت حس نمی کنی. امروز روز توست. امروز خوشحال باش، چون نزد خدا طرفداری نیست. خدا قلبای مشتاق رو میبینه که امروز تو رو مورد لطف قرار بده. خود خداوند میگه خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا پادشاهی خدا از آن ایشان است. پادشاهی که توش صلح، سلامتی و شادیه. و اما پیام دیگه ادونت نه تنها بزرگ داشته واقعی حیاتی و مهیب تولد عیسی مسیحه، بلکه به آمدن ثانوی خداوند ما اشاره میکنه. کلیسا این فرصت رو داره عزیزان که وارد یک دوران آمادگی بشه برای بازگشت خداوندش. و این دوران آمادگی با تفتیش قلب ما شروع میشه که یه هفته بیشتر نمونده. با تفتیش قلب ما در حضور خدا شروع میشه و به اعتراف و توبه منتهی میشه و در نهایت قلب ما مرغوب میشه، قلب ما آماده میشه. این خدایی که آسمانها گنجایش اونو نداره دوباره بیا در قلب ما مسکن گزینه. آمین. و اون امید زنده رو که اگه مرده برای بازگشت خداوند در ما زنده کنه. چرا که کلام خدا میگه خدایی که در مکانهای بلند و رفیع ساکنه، مشتاقه که در قلب شکسته و فروتن مسکن گزینه و ما رو برای پیوند ابدی، برای آمدن او، برای بازگشتن او آماده کنه. اما چرا عزیزان سه هفته این سیر و سلوک های روحانی رو ما باید بگذرونیم؟ چرا احتیاجه که اینقدر آمادگی باشیم، در هوشیاری و بیداری باشیم؟ چرا؟ چون خداوند داره بازگشت میکنه. باور میکنید؟ او برداره. عیسی مسیح خداوند باز خواهد گشت. این امید مبارک و شادی بخش دوباره بین ما ساکن خواهد شد، خیمه خواهد زد. تمامی رویدادها عزیزان، تمامی تحولات عظیمی که در تمامی دنیا میبینین، در اخبارها میشنوین، صدای ناقوسی رو به صدا در میاره که برای بازگشت عیسی مسیح خداوند داره زنگ میزنه، که او داره به جهان خودش میاد، او دوباره بازگشت خواهد کرد. اولین بار مثل یک بره اومد ذبح شده برای گناه من و تو. اولین بار با شرم و عریانی روی صلیب آویزون بود. اولین بار همه انسان ها او رو داوری می کردن پای صلیب. ولی دومین بار باز خواهد گشت، مانند شیری از سبط یهودا. آمین. او باز خواهد گشت با شکوه و جلال و عظمت. او باز خواهد گشت، ولی این بار تمام انسان ها جلوی او می ایستند و او آنها را داوری خواهد کرد. او باز خواهد گشت تا جنگ ها رو، تا فلاکت های بشر رو، تا اقصای جهان تسکین دهد، تا نیزه ها رو، تا تمام این وسائلی که رب و ترس و وحشت ایجاد میکنه خورد و نابود کنه، تا صلح و سلامتی بر دنیا بذاره. اینها همه یک واقعیت حقیقت عزیزان، خیال نیست. بارها و بارها بیشتر از هر چیزی در کلام خدا به او اشاره شده. در عهد عتیق بزرگ خاندان یهود ایوب میگه میدانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین بر خواهد خواست. سرور انبیا اشعیا در باب 9 میگه آن پادشاه خواهد آمد و مملکت او را انتهایی نخواهد بود و عدالت و انصاف را بر زمین استوار خواهد کرد. ارمیا نبی گریان میگه اینک ایامی میآید که همه ایمانداران در صلح و امنیت زندگی خواهند کرد. آن اقتدار نهایی بالاخره میگه میآیم، رفتم تا برای شما مکانی آماده کنم، اما باز خواهم گشت و شما رو با خود برداشته به جایی خواهم برد که من آنجا هستم. پولس رسول، این بزرگترین مسیحی در تاریخ بشریت، در اول تسالونیکیان باب 4 آیه 16 میگه خداوند
با صدای شیپور و با آواز رئیس فرشتگان به زمین خواهد آمد، از آسمان نازل خواهد شد. یوحنا که به خاطر بشارت انجیل در تبعید به سر می برد گفت اینک می آید، در مکاشفه باب 1:7 اینک می آید با ابرها می آید، پسر خدا می آید، همه چشم او را خواهند دید. آنانی که او را نیزه زدن و تمامی امتهای جهان برای او ناله خواهند کرد. روزی تمام طوایف زمین با چشمای خودشون پسر انسان را خواهند دید که با ابرهای آسمان با قوت و جلال به زمین باز خواهد گشت. اما چرا این همه مقدمه چینی کردم عزیزان؟ نقطه عطف پیام امروز اینه، چه چیزی باعث میشه که در برابر این همه حقایق الهی، این همه وعده هایی که قلب های ما رو پر از شادمانی میکنه، در هر شرایط زندگی با بی‌تفاوتی و بدون آمادگی بگذاریم؟ چه چیزی باعث میشه، چه چیزی مانع است عزیزان که گوشهای ما کر بشه، چشمای ما نبینه، زمین دلهای ما سخت و سفت بشه برای شنیدن و دریافت این همه پری فیض، این همه وعده های عالی که در این فصل عالی قابل دسترسه، قابل تصاحبه؟ چه چیزی باعث میشه؟ هرچی که فکر کردم باز هم و باز هم به این مسئله رسیدم: عدم بخشش، تلخی و آزردگی. عزیزان، که نه فقط نظر ذهنی و بدنی ما رو نابود میکنه و جریان حیات رو در زندگی های ما متوقف میکنه و ما رو از شاهراه مقدس دوران آمادگی دور و دورتر میکنه، بلکه سمومی رو در دلهای ما ذخیره میکنه که در نهایت این سموم چون نمیتونه همونجا بمونه، دیگران رو مسموم میکنه و از مسیر منحرف میکنه. عزیزان، در عبرانیان باب 12:1 میگه بیا هر بار اضافه، هر گناهی که آسان به دست و پای ما پیچیده از خودمون دور کنیم. پیام ادونت در 3 هفته اول اینو میگه، حتی تا 4 هفته اول. و در 15 میگه مواظب باش از فیض خدا محروم نشی و هیچ ریشه تلخی در تو رشد نکنه تا موجب ناآرومی و استراب اول خودت بشه و بعد جمعی رو آلوده کنه. کلام خدا بارها تاکید میکنه، به خصوص در کتاب افسسیان باب 4 میگه نگذار خورشید بر غیظ تو غروب کنه، نذار بر غیظ تو به زبانی زمان بخوره. عزیزان، همون آزردگی که فکر میکنی اگه سکوت کنی، عزیزم اگه هیچی نگی، به مرور زمان شفا میابه. تو فکر میکنی ولی در حال ریشه دواندن در توست، تو کاری بکنی که فیض خدا، فیض سرشاری که در این دوران مبارک تو رو محروم کنه. این حیله شیطانه. در این دوران که به طور خاص به خاطر پیام‌های خاصی که داره خداوند قابل لمسه، خداوند نزدیکه. عزیزان، در اشعیا باب 55 میگه خداوند رو مادامی که نزدیک است بطلبید، مادامی که نزدیک است او را جستجو کنید. و این دوران دورانیه که ما قلب‌های خودمون رو تفتیش کنیم. عبرانیان چی داره میگه عزیزان؟ میگه کار دشمن اینه که تلخی رو موذیانه در اعماق قلبت پنهان کنه و شروع میکنه به ریشه گذاشتن. چرا میگه ریشه عزیزان؟ چون ریشه تو داره ریشه میکنه، ریشه تو تاریکی اول، درسته؟ درخت رو میکاری تو تاریکی ریشه میکنه.
و ریشه وقتی میکنه اصلا شاخ و برگی نداره. درسته، اول ریشه میکنه، تا شاخ و برگش نیاد، میوش نیاد، تو اصلا نمیدونی که اون زیر چه خبره. هیچ کس هم نمیفهمه. تو ممکنه سالها خدمت کنی عزیزان، ولی این ریشه های تلخی در وجود تو داره رشد و نبوب میکنه که در زمانی با یه تلنگر تمام میوه های خشم و کینه و عصیان از تو بیرون بزنه. باور میکنی؟ اما چه موقع این ریشه های تلخی شروع به پیدایش میکنه، شروع به شکل گرفتن میکنه؟ به هنگام طرد شدگی، به هنگام زخمی شدن. عزیزان، وقتی مورد سوء استفاده واقع میشیم، وقتی مورد خشونت های ناگهانی قرار میگیریم، کم کم اعتماد تو از دست میدی. بعد که اینو رو نمی کنی، این ریشه ها قوی تر میشه، دچار ترس و دلهوره و استراب میشی. دیدین؟ دائم میگن انگار یک کس تو دلم داره رخ میشوره. اصفهانی های عزیز اینو میگن. بعد از این رخشوری در دل تو کم کم دیرجوش میشی، بعدم میری گم میشی، ویبت میزنه، از دیگران فرار میکنی، از کلیسا فاصله میگیری و کم کم سرودهای همیشگی در دل تو شروع به نجوا کردن میکنه. دستم بشکنه، مار تو آستینم پرورش دادم، من میدونستم، میدونستم که اینم بیاد تو زندگی به من لطمه میزنه، اصلا من شانس ندارم. این سرودها هست نیست؟ این سرودها رو میشناسی؟ سالها من خودم با اینا زندگی کردم، مادر و پدر و اجداد منم با این زندگی کردن. و هرچی که رابطه نزدیکتر بشه عزیزان، درد رنج دیدگی بیشتر میشه و ریشه ها در نهایت عمیق‌تر میشه. داوود بازم چقدر زیبا به این اشاره میکنه در مزمور 55، فکر کنم آیه 12، 13 یا 14 است، میتونیم پیدا کنیم. زیرا دشمن نبود که مرا ملامت میکرد، وگرنه تحمل میکردم. خصم من نبود که بر من سربلندی میکرد، وگرنه خودمو از او پنهان میکردم. تو بودی ای یار خالص من، ای مرد نظیر من، ای مرد همتای من، ای دوست نارفیق من. تو بودی که با هم رفاقتی شیرین داشتیم، تو بودی که با هم به خانه خداوند می آمدیم. انگار داره اشاره میکنه ایماندارا نیست، با هم به خانه خداوند می رفتیم، هللویا سرود می خوندیم. میگه تو بودی تو همین کلیسا. عزیزان، بسیاری از خادمین و شبانه که من خودم مستثنا نیستم، خیلی موقع همین احساسو کردیم، همین شاید حرفا رو زدیم، کسانی رو گفتیم، محبت کردیم، پشتیبانی کردیم، خدمت کردیم، بلندشون کردیم که به ما صدمه زدن، پاشنه پاشون رو برای ما بلند کردن. اعضای کلیسا هم همینو میگن، میگن خادمینی که باید وسیله برای شفا و آزادی باشن، خادمینی که باید مددکار شادی افراد باشن، چطور افرادو زخمی میکنن. غیر از اینه عزیزان، واقعیت اینه که همه ما همدیگر رو زخمی میکنیم. همه ما انسانها، چون هنوز به اون ور آسمان نرسیدیم، همدیگر رو ناامید میکنیم. وقتی امید و اعتمادت رو انسانها میذاری، ما چی هستیم؟ وقتی فیض خدا رو کمک نمیگیری برای بهبودی و شفا، برای رهایی، اون موقع این ریشه های تلخی در تو رشد میکنه، پر از ترس و استراب میشی و جمعی رو کم کم آلوده میکنی. عیسی چه خطابه زیبایی داشت در متی باب 10، میگه دشمن هر شخص اهل خانه اوست. میتونی اینو بفهمی؟ این دشمن پنهان من و تو، بشناسش، اهل خانه توست، یعنی خود تویی. دشمنی که از شادی و فیض خدا خودشو محروم میکنه و دائما این خاک اره رو در وجودش اره میکنه، این دشمن پنهانی که کارش اینه
که زخمای سالها پیشو تازه و خونالود در تو نگه داره. دیدین یه جای زخم میشه؟ داره بیچاره بسته میشه ها، ولی هی میای ناخونکش میزنی. بعضی موقع خوشمونم میاد، میخاره، میای خون ازش جاری میشه، الهی بمیرم برای خودم. دوباره دو روز دیگه این زخمه بسته میشه، دوباره شروع میکنی به ناخونک زدن. این دشمن درون، این انسان کهنه با من و تو اینطوری میکنه عزیزان. این زخما رو خونالود و متعفن نگه میداره. دشمنی که اجازه نمیده تو مثل باکره دانا، چراغ دانای تو پر از روغنهای هوشیاری و بیداری باشه. ایام عالی تفقد خودتو از دست میدی، میری و میای و این روزهای مبارک فقط بسنده میکنی به کلیسا اومدن و رفتن. پادزهر این زهر چیه؟ پادزهر این سم نبخشیدن چیه که در بدن توست؟ عزیزان، فیض عیسی مسیح خداوند، فیض عیسی مسیح خداوند، امروز بیا به جای این که به این زخمای خودت متمرکز بشی، با این دشمن درونت همکاری کنی و این زخما رو تازه و خونالود نگه داری. به فیض او امید داشته باش. امروز بیا بشارت خوشی عظیم تولد عیسی مسیح رو با گوشای جانت بشنو، که گفت صلح و سلامتی رو و رضامندی رو بر آدمیان، بر بنی بشر جاری میکنه. این سلامتی رو بردار از این خداوند شالوم تا شفا بیابی. روزی عیسی مسیح خداوند در اورشلیم داشت قدم میزد، انگار در همین ایام عید بود. اشاره کردی که به روز عید در یوحنا باب 5 به مردی برخورد که 38 سال مفلوج کنار یه آب افتاده بود که کی این آب تکون بخوره تا این خودشو بندازه توی آب، و خودش هم خیلی محق میدونست. به خداوند گفت هر دفعه میخوام آب تکون بخوره، میخوام بیفتم تو آب، یکی دیگه زودتر از من میاد. و عیسی مسیح عاشق این جمله خیره شد به او، او رو برانداز کرد و گفت آیا میخواهی شفا بیابی؟ اگه من اونجا بودم گفتم قربون جانت برم خداوند، 38 سال اینجا افتادم، دارم زنجموره میزنم، تازه داری میگی میخوای شفا بیابی؟ خب معلومه. چرا پرسید عزیزان؟ چون میدونست که انسان میتونه در تاریکی گناه سالها بمونه و بهش عادت کنه. میدونست که انسان میتونه به عدم بخشش سالها توش بمونه و جزی از شخصیت و وجودش بشه. انسان میتونه به بازنده بودن و شکست و آخر بودن عادت کنه. انسان میتونه حتی تو تاریکی بیشتر از نور احساس امنیت و راحتی بکنه. چرا؟ چون بهش عادت میکنه. ولی امروز خداوند ما میخواد برای افرادی که میخوان از این تاریکی بیرون بیان، از این وضعیت بیرون بیان، اقرار کنن، بگن من این دردو دارم و خودم نمیتونم با دست و پنجه نرم کنم، فیض خداوند ما اینجاست. وقتی که میگی ناتوانم، آنگاه در فیض خداوند توانا میشی و میتونی. خواهر و برادر عزیزم، امروز تو میتونی از این موزل آزاد شی، تو میتونی قوت بیابی که با اون دشمن قدیمی همکاری نکنی، هی خاک اره رو اره نکنی. زخمای دوران بچگی، دوران جوانی، شوهرم این کار که شوهر قبلم، شوهر آیندم این کار خواهد کرد، بچم این کار خواهد کرد، خواهرم این کار خواهد کرد، مدیر مدرسه، من یه سالها تو درد و رنج بودم، مدیرم یه سیلی به من زد، یه بارم ناظمم یه خکش به من زد که سوخت پام. سالها ردیف میکردم همینجوری، چقدرم لذت میبرد. الان یه تومار دارم از افرادی که به من صدمه زدن. نه عزیزان، امروز خداوند میخواد ما رو از اون رنج و تلخی، از اون سموم نبخشیدن آزاد کنه. باور میکنی؟ یه آمینی میتونی بگی که از قلبت برمیخواد؟ و نه فقط این عزیزان،
جمعه شب بود که به طور خاص ایمان دارم که یه مداخله الهی در اون لحظه‌ای که تنها بودم، در اون فضا، در قلب من به وجود اومد. درد افرادی رو خداوند در قلب من گذاشت. قبلاً هم این تجربه رو داشتم که تقریباً یه 2-3 ساعت قلب درد افراد افسرده رو در قلب من گذاشت. نه افسرده که مثلا بعد از زایمان، نمیدونم در دوران مهاجرت خواست، اون افسردگی که در چاه تاریکیه داره دست و پا میزنه. تقریبا 2 ساعت خدا اجازه داد این درد افسردگی رو بچشم، که یادم جمعه اومدیم اینجا و برای چند نفر خدا با همون درد اجازه داد شفاعت کنم و جمعه این اتفاق افتاد. دردی رو در قلب من خدا گذاشت که بی اختیار اشکای من بیرون می آمد. نمی فهمیدم این درد چرا در قلب من اینجوری آشکار شده. و احساس می کنم عزیزان، احساس نه، ایمان دارم افرادی الان در بین ما هستن که روزی، زمانی، شاید بچگی، نوجوانی، یا در زمانی که در مهاجرت بودین، زبان بلد نبودین، تنها و درمونده بودین، مورد یه تعارضات، مورد یه خشونت‌های احساسی و عاطفی قرار گرفتین که هیچ کاری نتونستین بکنین. یه موقع تجاوزات فقط جنسی نیست، بلکه تو روح آدمه، تو روان آدمه، که خورد میکنه انسان رو، که روان انسان جلوی انسان خورد میشه و فرو میریزه، حتی نمیتونه اون شخص جمعش کنه. درد افرادی که سالها در سکوت به سر میبرن، وقتی درد عمیقه آدم احساس میکنه هیچ کس این درد رو نمیفهمه. عزیزان، تلخی‌های عمیقی که در بطن قلب بعضی هست، که شاید به خاطر طرد شدگیه، به خاطر اون تحقیرهایی که شدن، فقط دهنشون رو بستن، شاید بخشیدن. عزیزان، افرادی بین ما هستن شاید بخشیدن 10 بار، فقط این درد و با خودشون، این زخم و این خورد شدگی روانشون رو دارن با خودشون حمل میکنن و هیچ توضیح منطقی برای این درد طرد شدگی، برای این فروریزی روان و احساسشون پیدا نمی کنن. امروز به طور خاص ایمان دارم که حضور پرمهر خدای کریسمس اینجاست. عزیزان، خدایی که صلح و سلامتی رو روی زمین اعلام کرد، حضور پرمهر خداوند جلال که روی صلیب رفت به خاطر دردهای من و تو، که من و تو رو دوباره توی شهر سلامتی بیت لحم ببره و عیسی مسیح خداوند به جای اون تلخی ها و رنج ها دوباره و دوباره در قلب من و تو متولد بشه. باور میکنی؟ عزیزان، دوز میاد که بکشه، نابود کنه، هلاک کنه شادی های ما رو، سلامتی که خدا روی ما اعلام کرده. اما عیسی 2000 سال پیش اومد تا من و تو حیات بیابیم و این حیات رو فراوانتر حاصل کنیم. عزیزان، تا با این حیات زیادتر، با این حیات فراوانتر، با قلبی که نتیجهش قلبی پاکه، قلبی خالیه، قلبی شفافه، منتظر خداوندمون باشیم. آیا اون شایسته است عزیزان کمتر از این منتظر خداوند باشیم؟ با قلبی زخمی، تلخی، نبخشیدن، آه، منتظر خداوند باشیم؟ او شایسته است که با قلب پاک، آزاد، عزیزان، مثل عقاب‌ها در آسمان‌های ایمان در حال پرواز منتظر خداوندمون باشیم. پیام کریسمس، پیام راز کریسمس اینه که بیا نزد من ای گرانبار و خسته، ای کسی که در روح خودت خورد شدی و شاید هیچ کس درد تو رو نفهمیده. خیلی جالبه نیست؟ خداوند میگه بیا، بیا با هر وضعیتی که هستی،
مثل خدایان دیگه نمیگه اول برو خودتو تطهیر کن بعدم بیا. بیا با هر تعفنی، با هر زخم درونی هستی، بیا تا نزد این خدا آرامی بیابی. من یک مذهب دیگه رو عزیزان اینجا نیستم که به شما معرفی کنم. من عیسای شفادهنده رو، عیسایی که اومده ما رو از تمام اون سموم تلخ و زهر و گناه، رنج که داریم حملش میکنیم شاید سالهاست، رهایی بده. مسیحی که اومد عزیزان، بارها در زندگی شخصیم تجربه کردم، اگه نه نمیتونستم اصلا اینجا بیستم. مسیحی که اومد اون لاشخورهای آزاردهنده فکری ما رو، از اونا ما رو آرامی و رهایی بده. میدونی لاشخورها چیکار میکنن؟ لاشخورهای فکری، وقتی قربانی که مرده است، این چیزهای مرده در ماست، نیست گذشته، گذشته مرده. خواهرم این کارو کرد، دوستم این کارو کرد، پدرم این کارو کرد، مادرم این کارو کرد، اینا همه لاشه ها سر ما. لاشخورها چیکار میکنن؟ روی لاشه ها میشینن، نیست؟ و چیکار میکنن؟ نوک میزنن به این لاشه ها و این لاشه ها رو خونالود نگه میدارن. و خداوند اینجاست عزیزان که با کمک خودت، این سرور سلامتی روحش رو بر روی تو بریزه تا مورد لطف و عنایت قرار بگیری. امروز همینطور برای تو که مسیح خداوند در قلب تو متولد نشده، خداوند به تو میگه چرا در صحراهای مذهب خودت آواره ای؟ ای خم شده، بیا به سمت عیسی. ای گرانبار، بیا به سمت عیسی. بیا به سمت این سرور سلامتی تو بچشی و ببینی خدای حقیقی چقدر نیکوست. کسی که خدا رو، عیسی مسیح رو تجربه نکرده به عنوان نجات دهنده و پادشاه زندگیش، خداوند به تو میگه تو در تاریکی هستی، این نشیننده ای در تاریکی. دعوت خدا برای تو اینه به سوی نور بیا. تا امروز فراتر از امسال، فراتر از چراغانی ها، این تجملات که فقط ظاهر داره، نور و شادی رو در اون اعماق قلبت به واسطه بخشش گناهانت دریافت کنی. بیا امروز از اون صحرای مذهب و خوش بیرون بیا به طرف شهر بیت لحم، این شهر برکت، حرکت کن تا بفهمی که خداوند در عیسی مسیح چقدر نیکو و عالیه. بیا امروز قلبتو به سوی عیسی بکشا، به سوی کسی که قلب رو، قبر رو گشود، باز کرد تا برای تو فدیه گناهان باشه. بیا امروز در صحرای مذهب خودت آواره نباش. بیا مثل یک کودک، نه با منطق و استدلال عزیزان، مثل یک کودک به سمت خداوند بدو. زمانی که عیسی در روح بود، در زمین بود، در روح وحش کرد، گفت پدر ای مالک آسمان و زمین، تو رو ستایش میکنم، تو رو می ستایم که تمام این رمز و راز رو، تمام این سر عالی میلاد مسیح و صلیب رو از خردمندان، از کسایی که خودشون رو عاقل میدونن، از کسانی که دستاشون پر از بسته های هدیه است، پنهان کردی. ولی برای آنانی که مثل یک کودک ساده دلن، این همه راز رو گشودی. خوشا به حال تو که امروز اگه مثل یک کودک میدوی جلو، امروز خداوند اینجاست، خداوند حیات اینجاست، درست همینجا. احتیاجی نی بگردی پیداش کنی، احتیاجی نی مثل اون شاعر بگی تو کجایی تا شوم من چاکرت، پایکت بوسم کنم شانه سرت. خداوند اینجاست عزیزان و امروز تو رو میخواد خدمت کنه، پای تو رو از اون همه بار گناهان و مذهب میخواد بشوره. سه تا دعوت خاص برای سه گروه خاص در این آخر دارم عزیزان. اولین دعوت از افرادیه که سالهاست در سکوتهایی، در تنهایی خودشون دارن رنج میکشن به خاطر اون صدمات، به خاطر اون تعارضاتی که بهشون شده،
به خاطر اینکه در برهه از زمان به اونا خشونت اعلام شده، ارزش انسانی اونا پایمال شده عزیزان، و هیچ کس درک نکرده، هیچ کس نفهمیده. کسانی که طرد شدگی رو در اعماق وجودشون تجربه کردن، کلام خدا میگه تلخی جان هر کس رو فقط خودش میتونه بفهمه، و اون خدایی که همدرد ضعفا و رنج تو شد روی صلیب. امروز اولین گروه خداوند میخواد این افراد رو دعوت کنه جلو. خواهم در این لحظه چشماتون رو ببندین عزیزان، بذارین خداوند قدم های شما رو شتابان کنه به سوی تخت مبارک فیض او. امروز برای هر کسی که ساده دل و کودک میاد جلو، به تو این ایمان میدم که خدای پر از فیض اینجاست که قلب تو رو از ریشه تمام اون صدمات، طرد شدگی که نمیدونی چرا باید طرد میشدی در اون لحظه. من بچه بودم، من با هیچکی کاری نداشتم، من یه نوجوون بودم، چرا پدرم این کارو کرد؟ چرا مادرم این کارو کرد؟ چرا شوهرم این کارو کرد؟ چرا زنم این کارو کرد؟ چرا وقتی آلمان با اومدم زبان بلد نبودم مورد تمسخر واقع شدم؟ چرا به خاطر نژادم تحقیر شدم؟ اینا همه دردهایی پر از سکوت، فریادهایی پر از سکوت در قلب تو ایجاد میکنه که تو رو از درون تخته و خورد میکنه، و خداوند به تو میگه بیا جلو ای گرانبار و خسته. دعوت میکنم از این افراد به جلو بیان. وقتی قدم ایمان رو بر میداری، انگار به خداوند داری میگی من در تو توانا هستم، من نمیتونم با این مشکلم رسیدگی کنم، من خیلی بخشیدم، خیلی دعا کردم، ولی هنوز در اعماق وجودم ناتوانم. این دردها ریشه هایی که محکم به جانم سالها چسبیده و حیات و تازگی رو از من دور میکنه. بیا جلو، خداوند میگه. اولین قدمی که برای کسایی که در اعتیادن و آزاد میشن اینه که اقرار کنی من در برابر الکل ناتوانم. اونجا شروع شفا و آزادی توه. با قدمی که جلو برمیداری میگی من ناتوانم که از شر ریشه این تلخی آزاد شم. دومین گروه، گروهی که تلخی در قلبشونه، دلشون شکسته عزیزان. خیلی آسونه که به یکی بگی سرم درد میکنه تا اینکه بگی دلم شکسته. اون دردهای روانی از دردهای جسمانی خیلی عظیمتره. بیا جلو با قدم های کودک، بیا جلو. سومین گروه، گروهیه که قلبشون رو به عیسی مسیح نسپردن. میخوام بگم با حلوا حلوا گردن گفتن دهانتو شیرین نمیشه، بیا خودت بچش، بیا قلبتو به این خداوندی که برای تو روی صلیب رفت باز کن تا جهان تو نورانی و منور بشه. تا هر شرایطی بگی خداوند با منه، پس از که بترسم؟ خداوند با منه. بذار لمس خداوند، حضور خداوند اینجاست عزیزان. مسیحیت میگه دوا و درمانه برای رنج طرد شدگی، دوا و درمانه برای اون تلخی ها و رنجیدگی ها، اون روان رنجوری هایی که در من و توه. دوا و درمون عزیزان فقط لمس خداست، حضور خداست. که جمعه این پیامو به من داد که من میخوام بچه های دل شکستم و شفا بدم، میخوام اون خورده هایی که نتونستی از روی زمین جمع کنی بردارم. این
چینی بنزن ماهر ما، اینجاست که چینی شکسته قلب تو رو بند بزنه. به جلو بیا، این ایام تفقد خودتو بی تفاوت نگذر، با ایمان بیا جلو، با ایمانی کودکانه. اگه کسی به تو خیانت کرده و تو نتونستی ببخشی، شوهرت، زنت، دوستی، امروز خداوند میخواد تو شفا بده. خداوند اون اشکایی که در پنهانی ریخته دیده، خداوند میگه این اشکا رو مثل مرواری تا در مشکای خودم جمع کردم. بیا جلو.